در سهرگاه روز دهم ده هکاته نزد دمتر آمد و به او خبر داد که پرسفونه ربوده شده است گفت که او تنها صدای او را شنیده و رواینده او را ندیده است به پیشنهاد هکاته آن دو به محضر هلیوس خدای خورشید رفتند هلیوس به آنها گفت که حادث پرسفونه را به جهان زیرین برده است تا بل اجبار او را به همسری خود درآورد و در ادامه توضیح داد که ربوده شدن و تجاوز به پرسفونه توسط پدر او زئوس که برادر هادس بود بلامانه خوانده شده است هلیوس به دمتر گفت دست از گریهزاری بردارد و این اتفاق را بپذیرد دمتر سراسر خشم و غضب شد او نه تنها عصبانی و اندوهگین بود بلکه حس می کرد از سوی همسر خود زئوس مورد خیانت قرار گرفته است او کوه اولمپوس را ترک کرد به یک پیرزن تغییر قیافه داد و شهرها و روستاها را با چهره ناشناس در نبردید. در طول مدتی که دمتر سوگوار و غمگین بود زمین حاصل خیزی خود را از دست داد و به بیابانی خشک و بیحاصل بدل شد. وقتی به الوسیس رسید خسته و ماتم زده کنار چاهی نشست. دختران سلئوس فرمانروای الوسیس به کنار چاه آمدند و در آنجا محو زیبایی و جمالات دمتر شدند. وقتی از دمتر شنیدند که به دنبال کاری به عنوان دایه می گردد، او را به خانه نزد مادر خود متانی را بردند تا از برادر خردسالشان دموفون نگهداری کند. دمتر به کودک شهد خوراند و در خفا او را روی آتش نگه داشت تا جاودانش کند. یک شب متانی را این صحنه را دید و از ترس جان پسرش فریاد برآورد. دمتر خشمگین شد. او تمام قد ایستاد هویت و زیبایی بی حد و اثرش را آشکار و متانیرا را به خاطر حماقتش سرزنش کرد. موهای طلایی دمتر روی شانه‌هایش ریخت و با حضورش خانه پر از نور و رایحه دلانگیز شد. او هویت واقعی خود را به یاد آورد. دمتر فرمان داد برایش معبدی ساخته شود. معبدی که در آن تنهایی می‌نشست و برای پرسفون عزاداری می‌کرد. دمتر بانوی دانه بود. به همین خاطر در مدتی که رخت عذاب به تن هیچ محصولی روی زمین نمیتوانست روش کند و هیچ موجودی نمیتوانست خلق شود قهدی همه جا را فرا گرفت و خدایان و ایزد بانوان کوه اولمپوس هیچ پیشکش یا نظری دریافت نکردند سرانجام زئوس از ماجرا خبردار شد او ابتدا پیغامبر خود آیریس را معمور کرد تا به دمتر التماس کند که برگردد زمانی که دمتر درخواست او را رد کرد تمام خدایان کوه اولمپوس با دستانی پر از هدایا و پیشکش به نزد او آمدند دمتر که سراسر خشم و خروش بود به تک تک آنان فهمان تا پرسفونه به پیش او برنگردد هیچ محصولی رشد نخواهد کرد زئوس به درخواست او پاسخ داد او هرمس پیغامبر خدایان را معمول کرد به حادث فرمان بدهد پرسفونه را به آغوش دمتر بازگرداند تا غضب او فروکش کند و گیاه و آبادانی بار دیگر بر زمین جوانه بزنند. با رسیدن این پیغام پرسفونه آزاد شد و آماده عزیمت گردید. اما قبل از ترک جهان زیرین، حادث چند دانه ی انار به او داد و پرسفونه که در حال تعجیل برای برگشت بود، آنها را خورد. هرمس پرسفونه را به دمتر بازگردان و او از دیدن دخترش شادمان شد. پرسفونه به سوی مادرش دوید و او را در آغوش گرفت. مادر و دختر یکی شدند. سپس دمتر از او پرسید آیا در جهان زیرین چیزی خورده است یا نه؟ پرسفونه پاسخ داد با وجود اینکه در آن مکان چیزی به دهان نگذاشته اما در تعجیل برای بازگشت به پیش مادرش دانه های انار حادث را خورده است. دمتر به او گفت اگر هیچ چیزی در آن جهان نخورده بود می توانست برای همیشه نزد مادرش بماند. ولی چون دانه ها را خورده است باید یک سه سال چرخشی را به جهان زیرین برگردد و در آن مدت زمین ها بایر خواهد شد. باقی سال را می تواند نزد مادرش بماند و زمین خاکی آباد و حاصل خیز خواهد شد. بعد از تجدید دیدار مادر و دختر هکاته باز آمد و بارها و بارها پرسفانه را بوسید و از آن روز پرسفانه ملکه همنشین او شد. شکوفه های بهاری جوانه زدن و دمتر باروری و آبادانی را به زمین بازگردان. در این افسانه ما به سه بود از زنانگی که از هم جدا شده و سپس دوباره به هم پیوستن نگاهی میاندازیم. باکره دوشیزه پرسفانه مادر بزرگ دمتر و پیرزن هکاته پرسفونه از معصومیت ناخودآگاه روزمره خود بیرون کشیده و توسط حادث به خداگاه امیختری از خود فرو برده می شود. او وارد رمز و رازهای جنسی شده است و با تسلیم در برابر حادث به معنوس او بدل می شود. او دوشیزگی، باکرگی و خودبینیش را از دست می دهد. چیزی که استر هاردینگ آن را ذات باکرگی می نامد. او به ملکه جهان زیرین تبدیل می شود. لحظه تحول یک زن معمولا لحظه ای است که او یک تجاوز یک ضرورت نمادین را تجربه می کند. اتفاقی که قدرت و نفوذی خارق العاده دارد و از هر صدی عبور می کند. پرسفونه به عنوان یک دختر از مادر خود جدا شده است و به اعماق روح خود سفر می کند. این ممکن است یک تجربه همگانی برای زن باشد. گم کردن هویت پیشین و احساس گمگشتگی و پریشانی و کشف هویتی جدید در اعماق دنیای افسردگی این فروپاشی روانی تبدیل به یک تحول و پیشرفت می شود پرسفونه آینهای اهالی الوسیس که عروس حادث است ما را تشویق می کند سهمگینترین و دشوارترین لحظات زندگیمان را حیاتی بشماریم فرصتهایی برای یافتن خود پرسفونه پس از یافتن هویت جدیدش تمایلی برای برگشت به خود قبلیش ندارد. علاقه به پیوند دوباره با مادرش ندارد. پس دانه های انا را میخورد و خود را با تجربه بودن در اعماق وف می دهد. او غذای حادث را قبول کرده، دانه تاریکی را خورده است و اکنون می تواند به هویت جدید خود جان ببخشد. مادرش نیز می تواند. پرسفونه خودش به مادر تبدیل می شود. مادری که دختری از آن خود دارد که در درونش مرده است و از نو متولد می شود. هر مادری در درون خود دختری دارد و هر دختر در درون خود مادر. هر زنی در پشت سر خودش مادرش را می بیند و مقابل خود دخترش را. زمانی که پرسفونه رو بوده می شود، دمتر را سوگ عمیقی فرا می گیرد و ماتم بر او چیره می شود. او به مدت نه روز و نه شب نماد تعداد های بارداری غذا و آب و استراحت را از خود سلب می کند. فقدان دختر یعنی فقدان شادابی و جوانی و رهایی خودش. زمان تغییر فرا رسیده. وقت آن رسیده است که از جهان بیرونی و فرافکنی های آن جدا شود و تمرکز خود را به جهان درونی و نیمه دوم زندگی بدهد. الهه دانه زمانی که دخترم هدر به دانشگاه رفت مانند دمتر غمی تسلا ناپذیر را تجربه کردم بدون او احساس مرگ می کردم. نه تنها لذت و حضور هر روزه ای او را از دست داده بودم بلکه در نبودش مرگ خودم به عنوان مادر را حس می کردم. مثل هکاته، الهه ماه تاریک، الهه روشنبینی آسمانی در زن که قادر به شنیدن است اما از دیدن و درک محروم. من نیز قادر به درک علت دردم نبودم. دو سال قبلتر زمانی که پسرم برندن به دانشگاه رفته بود برای رفتن او سوگواری کرده بودم. اما این بار فرق داشت. ابعاد اندو هم بسیار وسیع تر بود. به مدت دو ماه بعد از رفتن هدر نمی توانستم بخوابم و گرچه به کار کردن ادامه می دادم. ولی هر بار که به اتاق خالی او نگاه می کردم اشکم سرازیر می شد. دلم می خواست پیشم برگردد. میخواستم همه چیز مثل زمانی باشد که با هم شوخی میکردیم آواز میخواندیم و اتفاقات روزمره را برای هم تعریف میکردیم حتی دلم برای غر هم تنگ شده بود هلن لوک تفاوت فاحش بین تجربه مادر پسر و مادر دختر را اینگونه توصیف می کند. در مبحث کوهنالگو پسر برای مادر انعکاسی از خواسته های درونی اوست ولی دختر ادامه نفس مادر است با بازگشت به عقب او را به یاد گذشته و جوانی خودش می اندازد و با حرکت به جلو یافتن هویتی جدید را به او نوید میدهد. یافتن آگاهی از خود قبل از رسیدن به تولد دوباره من سرمایه استخانسوز مرگ را حس کردم. در این دوران خوابی دیدم که در آن سربازانی که همسفرانم بودند من را شب هنگام در غاری در نوک کوه رها کردند. برف میبارید و آنها باید تا قبل از تاریکی شب به پایین کوه می رسیدن. من را در غار رها کردم چون زخمی شده بودم. رهبر گروه به هنگام خداحافظی دستکشش را به من داد. صبح روز بعد روی خوابم تمرکز کردم تا بفهمم ناخودآگاهم هم سعی دارد چه پیغامی به من بدهد. در خیالاتم دوباره به آن غار برگشتم تا ببینم آن محیط چه درسی برای من دارد. شروع به نوشتن کردم. به اطرافم مینگرم و تعدادی شی آینی می بینم. یک چاقو، یک لانه خالی پرنده، سه عدد سنگ، یک جلد چرمی تپانچه خالی، قمقمه آب و مقداری جیره غذایی به همراه یک تخت خواب سفری که روی آن نشستم. ران پای راستم زخمی شده و روی شلوارم لکه خون افتاده است. از بیرون سوز سرد می آید. با این حال من با وجود ترسی که دارم نوعی آرامش حس می کنم. من این توانایی را دارم که آتش درست کنم. مقداری گوشت خوش شده گاو دارم که آن را می میدانم این قدرت را دارم که سه روز در اینجا دوام بیاورم. بعد از این مدت به سراغم می رهبر گروه دوست من است. میتوانم روی او حساب کنم. با این حال ترس شدیدی بر من مستولی شده است. یک لانه پرنده پیدا می کنم. به ندرت پیش می آین. در قاری با چنین ارتفاع یک لانه پرنده جدید بتوان پیدا کرد. لانه حساس و شکننده است. همان حسی که من از درون دارم اما از بیرون باید نقش یک سرباز شجاع و سرسخت را ایفا کنم اشیا داخل قار اسباب بازی و وسایل سرگرمی پسرها هستند مثل همان لوازمی که در دوران نوجوانی در جنگل با آنها بازی می کردم تنهایی که اکنون حس می کنم از جنس همان تنهایی و تاریکی است که در دوران نوجوانی قبل از پیدا کردن همسفرانم قبل از آمدن هدر و برندن بر وجودم چیره می شد. آنها همسفران من در زندگی بودند و حالا از پیشم رفتن. دیگر هم بازی ندارم. به لانه خالی برمیگردم. نمیخواهم تنها باشم. نمیخواهم دیگر در این قار بمانم. فرزندانم را، جوانیم را، همسفرانم را میخواهم. اما چنین چیزی ممکن نیست. باید به راهم ادامه بدهم. باید از این قار بیرون بیایم و از تپه پایین بروم. حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. مادر بودن بخش اعظمی از هویت و هدف من در زندگی را شکل داده بود. رها شدن از این نقش حفره ای در زندگی من به وجود آورد. قبلا متوجه نشده بودم که از مادر بودن برای خودم یک هدف قهرمانانه ساختم. پیشتر برای جلب توجه پدرم، کلیسا، مدرسه یا محل کارم در واکنش به مادرم و خشم و بدرفتاری او بود که خودم را نشان می دادم. در ادامه نوشتم احساس می کنم که اوریانم دیگر نمی توانم زیر پوشش مادر ایدئال مخفی شوم و دیگر انرژی یا شور لازم برای مشاور نویسنده یا هنرمند ایدئال بودن را نیز ندارم فقط می خواهم یک انسان معمولی باشم بدون قهرمان بازی فقط با یک هدف مسکوت درونی یک چاقو، کمی آب، سعدت سنگ، یک آشیانه پرنده، غذا و یک تخت خواب سفری دارم. مطمئنم می توانم نجات پیدا کنم. نیازی ندارم به والدینم، فرزندانم یا همسرم تکیه کنم. می توانم خودم را بروز بدهم. مثل دمتر من نیز با گذر زمان موفق شدم از کمبود شخصی خودم عبور کنم. اما درباره زمانی که برای گذر این دوره نیاز داشتم قضاوتی غیر منطقی داشتم. در دوران ماتم و سوگواری متوجه نبودم که کهن الگوی دمتر چنگ بر گریبان من زده است. کمی بعد از دیدن این خواب هدر برای تعطیلات آخر هفته به خانه آمد که مصادف با هالووین بود او نیز شروع سختی در دانشگاه را تجربه کرده و دلش برای خانه خیلی تنگ شده بود هنوز نتوانسته بود دوستانی بیابد که کنار آنها احساس راحتی کند در آن زمان از من خواسته شده بود که یک اثر هنری برای نمایشگاهی با عنوان کوچکتر از یک جعبه نان آماده کنم از هدر خواستم در رنگامیزی جعبه نان مقوایی به من کمک کند که به عنوان نقطه آغاز طرح برای همه هنرمندان فرستاده شده بود. در کنار هم شروع به کشیدن طرحهای مختلفی کردیم و به دلایلی من شروع به کشیدن ایزد بانوان دانه کردم. هدر از من پرسید چرا از چشم الهایی که کشیدم یه قطره اشک جاری شده است. بدون هیچ تعملی جواب دادم چون دلش شکسته است و اشکم بیامان جاری شد. بعد از سپری کردن این تجربه بود که توانستم الهه های دانه ای را که هر دو کشیده بودیم به دمتر و حضور نداشتن دخترم را به پرسفون ربط بدهم. به خواب دیدن و نوشتن و انجام کارهای روزمره ادامه دادم. بدون هیچ شور و شوقی اما کم کم خواب شبانم به من بازگشت. وقتی زمان تغییر هویت و, حوییت و شخصیت برسد، وقتی موعد رویش یک نگرش جدید برسد، همه چیز از درون و بیرون خشک می شود و زندگی روز به روز بی سمرتر می گردد. تا زمانی که ذهن خداگاه مجبور به درک وخامت اوضاع شود و چاره جز پذیرش حقیقت و سندیت ناخداگاه نداشته باشد. سرانجام من موفق شدم رخت اعضای رفتن هدر را از تن در بیاورم و به این درک برسم که حالا باید برای یافتن دختر درون خودم دست به کار شوم.